چه فروغ رخ زرتشت در آن گل کردست، آسماند که زخم خانه حافظ قدهی آوردست، کوه و سمرد که بران همت فردوسی پرگس در دست، بوستاند که از نسیم نفس سعدی جان پروردست، هم زبانان منند هم زبانان گفتم از عشق بگو، گفت ای نام تو بهترین سر آغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز، گفتم آری از همین عشق بگو که عاشقم، گفت ایا یا ایا حسانی عدر کرسن و ناول ها که عشق آسان نبود اول ولی افتاد مشکل بس که هیچ کدوم مشکلی نداری گوشی خونتون نداری ولی افتاد گفتم ببین من مشکلات را میدانم بازم از عشق بگو، گفت عشق آتش بود و خانه خرابی دارد، پیش آتش دل شمع و پر پروانه یکیست، گفتم ببین من شمع من پروانه بازم از عشق بگو، گفت بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم I love you چی کارتون کنم؟ فریدون مشیری اینجاست امشب، فریدون مشیری اینجاست امشب و میخوام شما رو ببرمتون به سر مقصودی که امشب چه رنج هستی وح دوستان منو نگاه کنیم بچه ها پرکاشینا میخوام منو ببرین تو زورخونه، آماده هستی با ما بیاین یا نه؟ پس من وقتی میگم رخصت جواب چیه؟ رخصت رخصت؟ رخصت ریفی کنیم چیه؟ آفتاب بعد که فروغ رخ زرتشت در آن گل کردست، آسماند که ز خم خانه حافظ قدهی آوردست، کوه و سمرد که بران همت فردوسی پرگس در دست، بوستاند که از نسیم نفس سعدی جان پروردست، هم زبانان منند هم زبانان حالا با هم مردم خوب توی به تو دل
گرد یا می گردد و یا نگردد، گر گشت خوش است ورنما دست از وی نکشیم تا نگردد. هرگز قد مردمان آزاد در زیر فشار تا نگردد. برای رضا فاضلی دست بزنید، به پا بخیزید لطفا. برای مردی که قدم بر روشنگری گذاشت و بدون واهمه در میدان مبارزه جنگید و تا آخرین لحظه برای تو و من جان خود را گذاشت. رضا فاضلی مردی که هرگز تا نشد، هرگز نشکست، تا آخرین لحظه با ما بود. درود بر رضا فاضلی. خواهش میکنم بفرمایید. این گونه مجالس عنوانش مجلس تذکر است. برای من و تویی که در این جهان میمانیم، آن کس که رفته است هنوز نمیداریم کجاست. داستان بر این قرار است که عرض میکنم و با یکدیگر در یک مسیر قرار میگیریم که امروز سخنوران محترمی که میآیند در اینجا در این مسیر گام بردارند. داستان بر داستان حکیم و حاکم است. گویند حاکمی در نیشابور بود که حاکم در اون دوران یکی از عظیمترین قدرت‌های دوران بود و مجلس ادبی داشت و مرد فاضلی بود و دست به قلم داشت و گوینده خوبی بود و با مردمان خوب بود و در مجلس او حکیم عمر خیام نیشابوری سرآمد دوران بود. حکیم در منزل است که دق الباب می شود، می آیند، در می زنند، می گویند که حاکم در نزع است، در حال مرگ است و خواسته است که تو باشی که چشم او را بر این جهان ببندی. بلادرنگ می آید، مردمان را در همان پنج دری می بیند که همه نشسته بودند و او فرمان می داد و حالا پیر مرد کوچک اندامی بر روی تخت نهفته است و خوابیده است. بالا سرش می ره و دست در دست او می گیرد و می گوید که ما لعبتکانی مفلک لعبت باز، از روی حقیقتیم نه از روی مجاز. بازیچه همی کنیم بر نطع وجود، افتیم به صندوق عدم یک یک باز. ما هممون بازیگرانی هستیم که این بازیگر بزرگ ما رو به بازی گرفته است و وقتی که وظیفمون تموم میشه بر این صندوق عدم میریزیم. آخرین فشار رو بر دست حکیم میآورد و از این جهان میرود. چشمش را میبندد و رو به جمع میگوید قطره آبی بود که با دریا شد، ذره خاکی که با زمین یکتا شد. آمد شدن تو اندر این عالم چیست؟ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد. فرزند حکیم، فرزند حاکم که فرمانده بعدیست، میآید پیشش و میگوید که تو میدانی او که بود. او عالم بود، دانشمند بود، نویسنده بود، شمع مجلس بود. گفت آنان محیط فضل و آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند. رهزین شب تاریک نبردند برون، گفتند فسانه ای و خواب شدند. دختر میاد، نوه زیبا، دست ها مانند آج، بر صورت روپوشی گذاشته. نزدیک حکیم میاد، دست جوانش رو بر دست پیر میگذارد و دختر عشق میریزد که چه شد؟ این همه انسان شرور در روی زمینند، چرا این مرد با این زیبایی، با این خوی نیک باید برود؟ پردر از صورت او میدارد، دار میگذارد و حکیم بوسهی بر جبین او میزند و میگوید
جامیست که عقل آفرین میزندش، به این بدنی که در این شراب خون دران است، جامیست که عقل آفرین میزندش، صد بوسه زمه بر جبین میزندش. این کوزگر دهر چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. شیخ از اون ته در میاد که نه در بهشت است، رفته این ور اومده. حکیم به او بر میگرد میگوید مرد، از جمله رفتگان این راه دراز، باز آمده کیست تا به ما گوید راز؟ پس بر سر این دو راهه آز و نیاز، تا هیچ نمانی نمیابی باز. چه سخن میگویی؟ وقتی که میرن فرزندش، فرزند حکیم، فرزند حاکم، کسی که حالا بر سریر قدرت می نشیند، میگوید حاکم، میگوید حکیم، عمر خیام چه باید کرد؟ نگاهی میکند میبیند که او با زنش، با فرزندش، با مادر وایساده است. میگوید که خیام اگر ز باده مستی خوش باش، بالا رخی اگر نشستی خوش باش، چه عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی چو هستی خوش باش. و این خوش باش یک فیلسوفه، نه اینکه دو تا باده زنید و خوش باشید. آن کس که پیس ویثین میکند، آن کس که درون برون رو به یک آرامش میرساند، آن چیزی که در قرن بیستم 500 کتاب دربارش نوشته میشه که ما به آرامش برسیم، و یک باره در چهره این مرد آن آرامش را میبینید که غنیست، نیازی ندارد، چون درون و برون به آرامش رسیده است. صدای زجه و گریه می آید. بانوی حاکم پرسد اینها چه می گویند؟ می گوید این جهان از کسی ننگ دارد که در آبگینه نشیند دلتنگ. می خور تو در آبگینه با ناله چنگ، زن پیش که آبگینه تاید بر سنگ. قبل از این که این آبگینه بر سنگ بیاد، کاری باید کرد، حرکتی باید کرد. گفت این مرتبه‌ای که او بهش میرسد، این مرتبه با همت پستت ندهند. و امروز این مرتبه‌ای که این مرد در اینجا نشسته است و در یک چنین روز یک شنبه‌ای که همه ما میتونستیم همه جا باشیم، سر از پا نشناخته آمده ایم که بدا بگوییم که رضا فاضلی، تو با ما بودی، با ما حرکت کردی. و این دو واژه رو من میخوام از هم جدا کنم که وقتی عمر خیام رو شما میبینید در مسیر تاریخ، یکی واژه روشن فکر است، یکی روشنگر است. روشن فکر اداست، آنجایی که ما توانستند ادا در بیاورند و ادای روشن فکری. ولی روشنگر باید مطالعه کند، باید از خود مایه بگذارد، باید بداند که چه میگوید و به آنچه که میگوید عمل کند. و رضا فاضلی چنین بود، و رضا فاضلی چنین بود. به پا بخیزید، برای رضا فاضلی باز هم دست بزنید. ما برای او نمیگرییم، او یک مرد مبارز است و برای او باید دست زد. رضا فاضلی هنرپیشه‌ای است که امروز بر روی صحنه است، با شماست، در همین لحظه، در همین جاست. درود به روان آتش. تقاضا میکنم بفرمایید من از بهار. کجاییم سرانجام بد داشتیم؟ الله اون بالایی که پروانه دزدی میده که این جماعت از رهبر تا آخوند چلغوز دزد باشند، وزیر و وکیل و قوه قضاییه و نمن فلان و اینا، اکبر دزدم رئیس دزدا باشه، رهبر مفعولم معاون رئیس دزدا باشه، اینا رو همه رو به اجازه اون اللهه، اون چون بالاست. یه الله درست کردن زیر زمین، اول فرستادنش تو سرداب، حالا فرستادنش تو چاه. با تا
تو پول بده؟ من نماینده اون الله تکایی هستم، من نماینده امامم. امام کیه؟ این از تخم و ترکه علی ابن ابی طالبه. بله، پولاشو باید بدی به من، من نماینده شم. برو بده، مال خودتو میدی. تا آدمه که با مغزش فکر نکنه، با چشم و گوشش فکر کنه، در ایران وجود داشته باشه، اینها صبح به صبح میرن تای چاه، صبحونشون رو تای چاه هرچی گیرشون بیاد میخورن، میان بیرون میگن امام زمان کاغذ داده. بابایی چی میگه؟ بله، درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانت کار نیست. اینهایی که میآیند و سعی میکنند که ما را در بیداری نگاه دارند، روشنگری میکنند، از جمله در مسیر تاریخ نیشتری هستند به وجدان ما، که نکند ما در اینجا بخوابیم و اون تلسمی رو که قصه های قدیمی میگفتند، که نکند تو خوابت ببره و دیو بیاد و آن سیب طلایی را از این درخت بدزده و ببره، نهایتاً باید جمشید شاه بود و همیشه بیدار بود، که نکنه این دیو بیاد و بره. خانم آقایان، وظیفه روشنگران وظیفه سختی است، اما سخت‌تر آن کس که نگذاریم که یک وقت ما خوابمون ببره و روشنگری دیگر در مسیر تاریخ. من آغاز کردم براتون از سخن خیام، از فریدون مشیری آغاز کردم، آفتابت که فروغ رخ زرتشت، و بعد به سخن خیام آمدم که خیام اگر ز باده مستی، خوش باش با لاله رخی اگر نشستی، خوش باش چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی چو هستی، خوش باش که تو بدانی که مردی هزار سال پیش، که همین روزها در واقع بزرگ داشته اوست و سخن از خیام بزرگ است و ادوارد فیتزجرالد که 150 سال پیش، به ترجمه خیام امروز که از بزرگترین شاعران جهان محسوب می شود، زیرا او درک کرده بود که این فلسفه‌ای که او دارد چیست. امروز خیام در بعد از هزار سال بر سریر قدرت تفکر ایران نشسته است. او هزار سال پیش دریافته بود که از جمله رفتگان این راه دراز، باز آمده کیست تا به ما گوید راز، پس بر سر این دو راهه آز و نیاز، تا هیچ نمانی نمیابی باز، بی خود کجای بهشت داری میفروشی. اینها ماندند که امروز فریدون مشیری از طریق این ساز به ما باز خبر بدهد. از نگاه یاران به یاران ندا میرسد، دوره رهایی رهایی فرا میرسد، این شب پریشان پریشان سحر میشود.
این شب پریشان پریشان سحر میشود روز نو گلفشان گلفشان به ما میرسد از نگاه یاران به یاران ندا میرسد دوره رهایی رهایی فرا میرسد ساقیا کجایی کجایی که در آتشم وز غمش ندانی ندانی چه ها میکشم ساقی از در و بام در و بام به ما میرسد وز دلم از این عشق از این عشق از این عشق چه ها میرسد از نگاه یاران به یاران ندا میرسد دوره رهایی رهایی فرا میرسد این شب پریشان پریشان سحر میشود روز نو گلفشان گلفشان به ما میرسد امروز وقتی هم که می آمدم به دفتر به این دوربینی که با شما در خانه شما اجازه دادید من که بیام خدمتتون مجله فردوسی باز در واقع روشنگر دیگری شد در این راه عباس پهلوان و خانواده پهلوان عسل پهلوان و دانه دانه کسانی که در اونجا کار میکنند و دیاکوی پهلوان که دوربین ما رو در اینجا نگه می‌دارد که من در خانه شما باشم که ازش همیشه سپاسگزارم با فردوسی این هفته توسط میبودی که من معتقدم که این روشنگران هر کدام در محل خودشون روشنگریشون رو میکنن من بارها عرض کردم که لفظ روشنفکر در واقع ترجمه ظاهری بود از در واقع منور الفکر که غلط بود این ترجمه ولی در واقع غالبش کردن و او در واقع از intellectual می آمد intellect یعنی تفکر intellectual یه نفر آدم متفکر منور الفکر در واقع یک فعلیتی به نام تنویر افکار داشت یعنی یک نفر می آمد که افکار رو روشن کند ولی روشن فکر هیچ فعلیتی توش نیست در واقع ظاهر یک آدمی به نام روشنفکر است این آدم روشنفکر میتونه هر کس باشه کراوات داشته باشه نداشته باشه عمامه داشته باشه ریش داشته باشه هیچ فعلیتی نداره اما وقتی که قدم به روشنگری گذاشتی هر واژه‌ای که بر روی این کاغذ میبری یک پیامی است که باید داده شود خانم آقایان بزرگترین دردی که بزرگترین بیماری که این روزگار در اطراف ما داره رخ بده و ما نمیشناختیم عنوانش هست الزایمر یعنی فراموشی من با دو سه تنی که در این سالیان طرف شدم و این بیماری رو از نزدیک دیدم وحشتناکه یعنی امیدوارم کسانی که دچارش هستن یا کسانی که در واقع نگهبانی و نگهداری افراد که دارای الزایمر هستن نگاه میکنن میدونن من چی میگم شما چشمی رو نگاه میکنید که مثل شیشه است بعد نداره شما رو نگاه میکنه ولی شما پشت این چشم رو دارید میبینید که یک شیشه است هیچی نیست این چه اتفاقی میفته اون ویروسی که به کامپیوتر میزنه که ما میگیم کامپیوتر ما همه اطلاعاتش رفت وای تلفن بزنیم این ور اون ور این ویروس اومده رفته دیتا و یا اون اطلاعات کامپیوتر من خورده تموم شده رفته این ویروس با مغز و با افکار چنین میکند از ته خاطرات شروع میکنه کم کم میاره 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 تا لحظه که یک باره شما از فراموشی به بی خبری میرسی و چه رنجی داره کسی که مادرش رو در این مرحله میبینه خواهرش رو در این مرحله برادرش رو پدرش رو در این مرحله میبینه و آدمی با اون گردن کرفتی میرفت میامد یک باره میبینید که این چشم عمقش رو از دست داده بعدش از دست داده
این الزایمر یک انسان است، ولی روشنگر تلاش میکند که تو الزایمر تاریخی نگیری. بانوی که از ایران آمده بود، دیشب همین دیشب یا پریشب در مهمانی بودیم. وقتی که مهمانی تموم شد، خب خانوما میدونید که در واقع پشت هم دیگه با صحبت میکنن و پشت این مهمونی که بودیم نشست و گفت آقا این خانومایی که در لس آنجلسن همچین پیشرفته نیستن، بعد بیاین تو ایران نگاه کنید ببینید که این بانوان در مهمونای خصوصی چطوری، یعنی آقایون چطوری، یعنی شیک میپوشن، درجه یک میپوشن، هم کفش فلان از فلان جا و تمام این سخنها برای دیگرانی که در اونجا بودن، ای بابا اینا که همش با چادر و چاخورچور هستن، این چه تصویری است که نشون میدن. من یک چیزی عرض کردم و این نبوغ ایرانی ها رو نشون میدهد که هرگز نگذاشتن که این الزایمر تاریخی آرام آرام دوچارشون بشه. این بانوان ایران و اون مردانی که در روز بلند میشن میان، خب حاکم دستش شمشیر، دستش خنجر میزنه، باید باشن، اما وقتی به درون خانه ها میرن سعی میکنن که نگذارن که این خاطراتشون فراموش بشه. گذشته نباید توش حبس موند، ولی گذشته همیشه باید چراغ راه آینده باشد. فاضلی چنین کرد، رضا فاضلی که من دوست بسیار خوب من بود، آخرین لحظاتی که در همین تلویزیون کانال یک می آمد در اون محل قدیممون، و وقتی که شنید که من دارم نمایش لاله‌زار کار میکنم، در ظرف 10 دقیقه آنچرا که خاطرش بود به من داد و به من سپرد که نکنه من یادم بره رو سحری که شخصیتی رو به نام مامان آش نام برد که مثلا در لاله‌زار وامیستاده، یا اون تماشاخونه‌ای که چطوری آتیش گرفت و یادش بود، و تمام این چیزها رو برای من میگفت که نکنه این یاد من بره، اگر اون نتونست من یادم باشه. و این ارائه دادن تاریخی به تاریخ دیگر، این اسمش میشود که اون نیشتر، نیشتری به وجدان، نیشتری به خاطرات، نیشتری به زنده نگاه داشتن. تعجب نکنید اگر روزی یکی برگشت خب آقا همه اینا دارن از گذشته سخن میگن. آری چنین است، ما تلاش اون بر این است که هرگز آن چرا که بودیم رو فراموش نکنیم. آقا وقتی که مغول میاد در اینجا، وقتی که اسکندر میاد، تلاشش بر این است که آن چرا که ما در گذشته داشتیم از بین ببره. فراموش نکنید که تحریف تاریخ دقیقا همینجاست. وقتی که اوایل من تصویری در تلویزیون دیدم که یک خانومی با چاقچور رو داره خبر میخونه، اینقدر برای من غیر عادی بود که اصلا نگاه نمیکردم. امروز برای همه عادی شده در ایران که شیخکی بیاد اونجا بگیری بشینه با اون ریش و عمامه و اینا، و اصلا تعجب آوره که این افراد اصلا اجازه به خودشون بدن، اون روزا اجازه میدادن به خودشون که در اصلا جامعه باشن. یه مشت گدایی چیزی اگر رد میشدن یه قرونی بهشون بد میدادی، یا یه روزخونی بود که سوار الاغش بود داشت حرکت میکرد. اینها شما رو تلاش کردن که در این 35 سال اون حافظه تاریخی شما رو از بین ببرن. تو نگذاشتی، تو هم نگذاشتی، شما هم نگذاشید. در خارج از کشور همه برای بچه هایی که دست به ساز، دست به آواز، دست به ترانه، دست به هیجان انگیز بودن مراسمشون داشتن، نگه داشتن نوروزشون رو داشتن، شبهای سده و یلدا رو نگه داشتن، همه تلاششون بر این بود که نکند در خارج از کشور بچه های ما جذب این خارج بشن، یادشون بره کی هستن. در داخلم شما تک تکتون دست به دست هم دیگر دادید. اگر حکومت تلاششو کرد که شما فراموش کنید، این الزایمر تاریخی دوچار ما نشده است و نخواهد شد، مطمئن باشید. چون اینا تمام تلاششون کردن که نسل بعدی چنین شود، نسل بعدی بدتر از ما به گذشته پیوسته است. نسل بعدی است که امروز در مقابل کوروش قد علم می کند، می ایستد و به او می گوید پدر. اینجاست که یک سخنی دارد میبودی، یک دو تا تک بیت خیلی قشنگ داره. یکیش میگه اشتباه بزرگ اسم اینو گذاشته، و عباس پهلوان با یک درایت خاصی اینا رو تیتر میزنه یه جوری که ببینی شما. میگوید که این مال این هفته است، برای بچه‌هایی که دلتون بخواد که با ماها در یک ارتباط قلمی قرار بگیرید. ما وقتی که در اینجا هستیم سخن میگیم، خب سریع سخن میگیم درباره مطالب، وقتی اونجا میگیم با فکر مینویسیم و شما باید ببینید.
میگوید تحت عنوان اشتباه بزرگ. عشق میگوید میبودی علیرضا دوست خوب من میگوید که عشق اشتباه بزرگی است. اول اینو به عنوان یک سخن جدی میگوید، عشق اشتباه بزرگی است که باید حتما آن را مرتکب شد. و چنین است که عاشق همیشه عاشق است و که روشنگران عاشق روشنگری. و باز اون آرزویی که در دل دارد میگوید که ببینید چقدر آرزو شاعرانه است. همه ما یک جور آرزوهایی داریم، ولی وقتی که یک شاعر این آرزو رو متبلور میکنه چنین است. میگوید چه میشد اگر اتوبوسی از راه میرسید و مرا وسط 14 سالگی پیاده میکرد، در ایستگاهی رو به روی امجدیه در یک بعد از ظهر خوشحال. چنین آرزوی زیبایی است. باران مدام می نوازد قطعی در شور. پس بدیم برم در شور که یه خود قطعش رو درست بکنیم. من با این سازم چون زندگی میکنم، از این جهت جلوی شما دارم همین کارو میکنم. وقتی دیدم که میگه در قطعه شور، اون قطعه ترک بود، آوردمش روی شور. باران مدام می نوازد قطعه در شور، انگار که با هر زخمه حال مرا از ابر میپرسد. باران مدام می نوازد قطعی در شور، انگار که با هر زخمه حال مرا از ابر می پرسد. و این حال رو اجازه بدید که با همه بربچه هایی که این تیکه رو برای من فرستادن، فقط عنوان نشتری برای بیداری است. خب داخل ایران اکثرا می دونن چه اتفاقی افتاده. در خارج از کشور هست که ما گاهی اوقات از استرالیا تا کانادا تا ژاپن تا چین تا ترکیه تا بغداد تا به تمام این جهانی که اطراف ماست و در انگلیس و تمام اروپا، آلمان، برای بچه های بشماری در هامبورگ و در آلمان هستن، بعد میرسیم به سوئد، به نروژ. پریشب گروهی از سوئد آمده بودن اینجا و تمام این کشورهایی رو که شما میبینید ایرانی ها در اونجا سکنا گزیدند. نکند که یادتان برود که در ایران چه خبر است. خانم آقایون با من باشین تا گم نشین. خیابونه چیه اینجا؟ بچه کجا اینجا؟ بیا بالا بیا. خیابون نیایش مردم تو نیایش زندگی چجوری. اینجا زاهیه حومه شیعه نشین جنوب بیروت است. کمتر از 7 سال پیش زاهیه در چنین حال و روزی بود، اما اکنون نه در زاهیه و نه هیچ کجای دیگر لبنان ویرانه ای از جنگ 7 سال پیش نمانده، حاصل تلاش ایران. نحن مر علينا كثير حروب بلبنان. جنگ های زیادی تو لبنان از سر ما گذشت و کسی هم از ما حمایت نکرد. دولت ما برامون هیچ کاری نکرد. این همه مردم بی خانمان و آواره کشورهای دیگه شدن. اما خدا رو شکر وضعیت ما از قبل بهتر شده. به خونه هامون برگشتیم. این خونه ها و خیابون های جدید از قبلی ها خیلی بهتره.
چیزهایی داریم که قبلا نمیتونستیم داشته باشیم. اینها همه از کمک ایرانه، کمک مادی و کمک معنوی. فقط ایران پشت سر ما ایستاد. اگه کمک ایران نبود، ما هنوز از این خونه به اون خونه آواره و اجاره نشین بودیم. ایران حتی اجاره خونه ما رو هم میداد و لوازم زندگی ما رو مهیا میکرد. این مایه افتخار ماست که با همه اون چیزی که از دستمون برمیاد در خدمت مردم، ارتش، دولت و مقاومت لبنان باشیم. برای رویارویی با ستمگران و اشغالگران. میدونید که در تمام برگه‌های رسمی سفارتخانه‌های ایران نوشته به امید پیروزی مظلومان و مستضعفان بر مستکبران. مظلومین و مستضعفین علی المستکبرین. اینجا زندگی می‌کنی؟ اینجا زندگی می‌کنی؟ پارک ایران در مارون الرأس جنوب لبنان. سامان و امکانات این پارک در لبنان بی‌نظیر است. اینجا زندگی می‌کنی؟ میترسن حرفشونو بزنن، میترسن حرفشونو بزنن مردو. آجوی جان، اینجا میشه اینجا زندگی کن؟ یا پارک شما داره فیلم بردار، دوربین تو ببند آقا جان. هوا سرد بیرون که ایرانی، ما بچه افغانستان نیستیم. چرا به درد ما مسئولین نمیگیره؟ در این کشور دموکراسی مستقل نخواهد شد و دموکراسی غیر دینی علاوه بر اینکه مستقل نمیشه ما نمیخوایم و اکثریت جامعه ما نمیخواد. شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دلخوش به این مقدار نباشید. ما هم دنیا را می آباد میکنیم و هم آخرت را. این دارایی از غنایم اسلام است و مال ملت است یا مستضعفین، و من امر کردم به مستضعفین بدن و خواهم داد. به این نغمه های باطل گوش نکنید، اونها حرف میزنن. ما عمل میکنیم. انقلاباتی که واقع میشد پشت سر انقلاب یه چند هزار از این پاسدارا در مراکز عام دار میزنن و آتش میزنن. تمام میشه قضیه. نمیذارن که یک روزنامه که بشه لام روزنامه که خودی بود. جنایت علیه بشریت شده کاملا مستند و مستنده. هیچ سندی معتبرتر از فتوای آیت الله خمینی در رابطه با کشتار 67 وجود نداره. فتوای خمینی یکی از اسنادی است که میشه اتکا کرد و آقای پور محمدی یکی از اعضای هیئت مرگ در اون فتوا است. ساکنان 52 روستای بخش شاور شهرستان شوش هنوز از نداشتن آب شرب بهداشتی رنج میبرند. روستای دهیمه یکی از همان روستاهایی است که ساکنانش آب آشامیدنی خود را از برکه‌ها و یا زهکش‌های کشاورزی تأمین می‌کنند. دختر خانم، شما همیشه لباسات توی این آب می‌شورید؟ بله، از این آب لباسم می‌شورم. خب از کدوم آب برای خوردن استفاده می‌کنید؟ از این آب.
در حالی که یک سوم آبهای سطحی کشور در خوزستان جاری است، اما نکته قابل تأمل، هنوز 250 روستای بالای 20 خانوار این استان فاقد آب آشامیدنی سالم هستند. هم شما هر روز از این آب مصرف میکنید؟ بله. 52 روستای بخش شاور هم با جمعیتی حدود 20,000 نفر، در حالی که نزدیک رودخانه های دز و شاور قرار گرفتند، وضعیت حادی از نظر آب شرب دارند و ساکنان این مناطق هنوز آب شرب غیر بهداشتی مصرف میکنند. آب کثیف، هممون مریض شدیم. هممون مریضیم. زمستان و تابستان از همین آب میخوریم. کلی بچه همون مریض شدن، نوزادی که بدونی همیاد از این آب میخورن. بخشدار شاور میگوید این بخش 118 روستا دارد که نیمی از آنها آب شرب سالم ندارند. اون چی که ما رو خیلی متاثر کرد این بود که ساکنان این روستا حتی مجبور بودند از برکه‌ای که احشام درون اون قرار داشتند آب آشامیدنی خودشون رو تأمین کنند. ساکنان این مناطق چاره‌ای جز استفاده از این آب ندارند و این مسئله به بروز برخی بیماری ها در آنها دامن زده است. پروژه درست کرده اینجا ولی تا حالا کسی نیومد اینجا. 10 سال هم 15 سال هم طول میکشه اینجا پروژه. به نظر میرسد سالهاست اجرای طرحهای آبرسانی به این مناطق به طول انجامیده است. در چنین شرایطی ضروری است طرحهای کوتاه مدتی که به سرعت بتواند مشکل آب آشامیدنی روستاهای استان از جمله بخش شاور را حل کند به مرحله اجرا درآید. یه خط، یه کتاب پشتش بیاریم علیه السلام، صلی الله علیه، واسه اون یارو خمینی گجستک امام ره ره. نمیفهمیم هم یعنی چی میگیم امام ره. گرفتاری نفهمیه. ببخشید منو، عذر میخوام، منم مثل شماها نفهمم. سعی میکنم کتاب بخونم و بفهمم چیه. سعی نمیکنم در جهل مرکب بمونم. اگر در جهل مرکب بمونم، الله اون بالا نشسته، نماینده هاشم پایین، دزدی میکنن، آدم میکشن، مال مردم میخورن، تجاوز به ناموس مردم میکنن، منم میرم نمازمو میخونم. بسیار مسلمانی خوبیه. حضرت رسول که اینجوری نبوده. نه، اینا بدن، اسلام اصلش خوبه. حضرت رسول نشستن و علی ابن ابی طالب و زبیر دستور دادن گردن 700 نفر رو جلوی ایشون بزنن و ایشون... اینها در مسیر این تاریخ آنچرا که شما در اون تصویر دیدید گفتند. خانم آقایون، بعض وقتا خب من دلم نمیخواد که شما رو روزتون خراب کنم، ولی بعدم نمیاد که شما ببینید که هر کس به زبانی سخن در روشنگری وقتی میگذارد قدمش درسته. این خبرنگاری که آمد روشن کرد که آقا در لبنان، که البته اصلا مسئله ما نیست، لبنان آدمهای فوق‌العاده خوبی داره، خیلی هم خوب بوده. اونجا هم روزگاری در 1973-74 که من رفتم یکی از زیباترین مناطقی بود که به خون و خاک و خون کشیده شد. اما وقتی که شما میبینید که اون بچه در از آب شتر میخوره، از آبی که گاو توشه داره غذا داره آب میخوره، و این همه بیماری که در دوران پهلوی همه از بین رفته بود، وقتی من با دوست بسیار خوبم جناب سالار که فرماندار بودن سخن میگم که هفته دیگه باز مقداری از اون رو پخش خواهم کرد که شما ببینید که روزگاری که کوری و کچلی و نمیدونم تو خزینه بود و اون آب و اون کثافت که بود در دوران پهلوی ها چگونه این رو برداشتن و به تمیزی و زیبایی رسوندن. من در تمام دهات ایران سفر کردم، هرگز چنین اتفاقی رو که شما در این ریپورت دارید میبینید ندیدم. هرگز در تهران پیر مردی رو ندیدم که در اونجا بخوابه. هرگز تصویر یک خانم دبیر آموز بربرش رو ندیدم که ریخته باشن کنار خیابون و بهش بگن جمعش کن برو. رضا فاضلی ها چنین میکردند. و حالا شما رو میخوام در این مسیر همراه کنم، ببرمتون
با زبان کسی که در میان ما نیست ولی همیشه با ماست، با سوسن همراه باشید. خانم آقایون با من باشید تا گم نشید. میشنوی که صدا میاد میگه که عمرم رفت به باد، ای داد و بیداد، ای داد و بیداد، ای بخت تیره نفریم تو باد، فرهاد تیش زن من فرهاد چی شزن منم کیش بری شزن منم زندونی این کوه شدم سایه اندوه شدن چون درد بی تسکین منم دیوونه شیرین منم ای داد و بیداد ای داد و بیداد ای بخت تیمیره نفریم به تو فرهاد تیشه زن منم ریشه تیشه به ریشه زن منم فرهاد تیشه زن منم تیشه به ریشه زن منم. ببینید سوسان از اون سوی جهان هنوز برای تو پیامی دارد. آن دود سیه فام که از بام وطن خواست، از ماست که بر ماست،
وان شعله سوزان که برآمد ز چپ و راست، از ماست که بر ماست. جان گر به لب آمد از غیر ننالیم، با کس نسگالیم که جان سخن اینجاست، از ماست که بر ماست. گوییم که بیدار شدیم، این چه خیالیست؟ بیداری ما چیست؟ بیداری طفلیست که محتاج به لالاست، از ماست که بر ماست. یک تن چو موافق شد، یک دشت سپاه است، با تاج و کلاه است. ملکی چو نفاق آورد، او یکه و تنهاست، از ماست که بر ماست، از ماست که بر ماست. خانم آقایون با من باشین تا گم نشین. آفتاب بعد که فروغ رخ زرتشت در آن گل کرده است، آسمان رد که زخم خانه حافظ قدحی آورده است، کوه و سمرد که بران همت فردوسی پرگس در دست، بوستاند که از نسیم نفس سعدی جان پرورد است. همزبانان منند، همزبانان منند.